خانم رجوی درباره اظهارات روز گذشته ولی فقیه ارتجا گفت خامنه ای دجالگرانه تحریم ها را به نفع رژیم آخوندی خواند و تهدید کرد هرچه ما را تحریم می کنند این به نفع ماست. این تحریم ها برای فشار بر ایران و عقب نشینی در قضیه هسته ای و قضایای دیگر است. ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد. هرچه تهدید کنند به ضررشان است. آنها بدانند که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی ما هم در وقت خودش آن وقتی که لازم باشد انشاءالله اعمال خواهد شد. سخنان خامنه‌ای همچنین تلاشی بیهوده برای مهار نارضایتی انفجاری جامعه و سرپوش گذاشتن بر مخاصمات مهلک درونی در آستانه نمایش انتخابات مجلس ارتجا است. وی تصریح کرد که عده‌ای در درون رژیم می‌خواهند با هزار وسیله اثبات کنند که در ایران بحران وجود دارد. خامنه‌ای از مقام‌های رژیم خواست که از امنیت و توطئه دشمن در کار انتخابات غافل نشوند و به جناح رقیب خود در رأس رژیم هشدار داد که به خاطر رأی نیاوردن دست به اعتراض نزنند و آب به آسیاب دشمن نریزند. او در یک تهدید آشکار به رقبا هشدار داد که همه کاندیداها باید تسلیم نظر شورای نگهبان باشند و از آن تبعیت کنند. خانم رجوی تأکید کرد تهدید به راه اندازی جنگ در منطقه، مقابله نظامی با تحریم نفت و حمله به کشورهای عربی و نیز ادعای وی درباره مفید بودن تحریم‌های بین المللی یک قدرت نمایی پوشالی برای پنهان کردن ضعف رژیم متزلزلی است که تنها راه بقای خود را در تشدید سرکوب و صدور تروریسم و دستیابی به صدور تروریسم یافته است. به افسود منازعه در رأس رژیم، شدت یافتن ریزش‌ها در سپاه پاسداران و سایر نهادهای حکومتی، سقوط اقتصاد کشور، افت بی سابقه ارز رسمی، طرد شدگی جهانی رژیم خامنه‌ای را در شرایط اضطراری بی سابقه ای محاصره کرده است. چشمانداز سقوط دیکتاتور سوریه و برهم خوردن تعادل منطقه‌ای علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران خامنه‌ای را به طور مضاعف وحشت زده کرده است، به نحوی که در سخنرانی طولانی عربی خود حتی جرأت نکرد اسم سوریه را ببرد. اظهارات سردمدار فاشیسم مذهبی در روز 14 بهمن مبین بنبست رژیم است که به انقباض درونی در نمایش انتخابات، ادامه برنامه اتمی و ماجراجویی بین المللی بیش از پیش نیازمند است. این رژیم بحران زده با افزایش 127% بودجه نظامی خود دست کم 40% بودجه عمومی سال آینده را به امور نظامی اختصاص داده است. اعدام ها و دستگیری ها و توطئه و فشار علیه ساکنان اشرف را شدت بخشیده است.